به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و اوقات خوب و خوشی رو هم سپری کرده باشین. ممنون و متشکریم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی می‌کنین. عرض شود دوستان که از یکی دو ساعت پیش که این عکس رو در فضای مجازی دیدم، بدجوری ذهنم درگیره. این که این براندازا چی میزنن و چه جوری میزنن، دیگه اینا خیلی غیر عادیه. فخرآور کتاب جدید چاپ کرده، روی جلدش هم عکس خودش رو با پاپیون جلوی عکس توماس جفرسون و مونتسکیو گذاشته. حالا توماس جفرسون رو یه کاریش میکنیم، ولی مونتسکیو رو دیگه واقعا بذار نپذیریم آقای فخرآور. بعد رفقای همین از یک طرف میگن که ما اکثریتیم، از یک طرف برگشتن گفتن که جمهوری اسلامی اون روز در کرمان این کار رو کرد تا 22 بهمن مردم رو بیاره بیرون. شما که انقدر باهوش تشریف دارین، خب ترستون از چیه؟ مگه اکثریت نبودین؟ چه ترسی از 22 بهمن دارین دیگه؟ حالا یه چیزی همینجا در مورد 22 بهمن و بعد رسانه تراز اینا که من و تو باشه بگم. فکر کن 13 سال بگی امسال سال آخرشونه، بعد خودت 22 بهمن رو نبینی. یعنی خیلی عذر میخوام، ببخشید، روم به دیوار، خر تو خر، مال یه لحظه شونه. از اربابشون هم خبر رسیده که ارتش اسرائیل مجددا نیروهای خودش رو به هلاکت رسونده. بر اساس نتایج تحقیقات اولیه خود رسانه‌های اسرائیلی در مورد هلاکت 6 نفر از ارتش اسرائیل و زخمی شدن چند نفر دیگه شون، این ارتشی‌ها برای تخریب تونل حماس با مقدار زیادی مواد منفجره آماده شده بودن. آقا یه لحظه حواستون رو خوب جمع کنین، این تیکه رو تصور کنین تو ذهنتون. طبق تحقیقات خود اسرائیلی‌ها، یکی از تانک‌هاشون تهدیدی رو در ساختمانی در اون طرف جاده شناسایی می‌کنه و مجوز شلیک دریافت می‌کنه. یافته‌ها نشان می‌دهد که تانک 2 بار شلیک کرده است. بعد یکی از گلوله‌ها خورده به یه تیر برق که اون تیر برق رو انداخته زمین و به فیوز مواد آماده انفجار برخورد کرده و باعث انفجار و کشته شدن این 6 نفر از ارتش اسرائیل شده. یعنی پتومت جلو اینا شرلوک هولمز هستن. بعد اینا میگفتن بعد غزه میریم سمت حزب الله و لبنان و یمن و ایران و از این حرفا. حالا جالبی داستان اینجاست که یدیوت آهارنوت در این زمینه گفته پاسخ حزب الله چیزی نیست که دست کم گرفته بشه. پهبادی که دیروز تونست به اسرائیل نفوذ کنه، از رهگیری ها عبور کرد و به فرماندهی شمال ضربه زد. حتی میتوانست فرماندهان یکی از این فرماندهی را هم مورد اصابت قرار دهد. خسارت قابل توجهی وارد شد و ارتش اسرائیل با حذف فرمانده منطقه جنوب در یگان هوایی حزب الله به سرعت و دقیق پاسخ داد. این ادعا از طرف حزب الله رسما رد شده دوستان. حزب الله با صدور بیانیه‌ای ادعای ارتش صهیونیستی مبنی بر ترور مسئول یگان پهبادی مقاومت لبنان رو قاطعانه تکذیب و تاکید کرد که این خبر به هیچ وجه صحت ندارد و برادر مبارز و مسئول یگان پهبادی حزب الله برخلاف آنچه دشمن ادعا می‌کند هرگز ترور نشده است. این نشریه صهیونیستی در ادامه هم اضافه میکنه جنگ غزه در مقایسه با درگیری با حزب الله یک دستگرمی محسوب میشود. درام واقعی در جبهه شمالی در حال وقوع است. دقت داشته باشین دوستان که تمام این گزارش از رسانه‌های خود رژیم صهیونیستی گفته شد. در طرف مقابل هم ابو حمزه سخنگوی نظامی گردانهای سرای القدس شاخه نظامی جهاد اسلامی اعلام کرد هدف دشمن برای از بین بردن مقاومت، حتی اگر جنگ تا ابد ادامه داشته باشد، با دستور محقق نشده و نخواهد شد، بلکه بخواد ما را خل اصلاح کند، انشالله روحش را میگیریم. یک فروند هواپیمای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در آسمان خان یونس سرنگون شد و اطلاعات مهمی هم از آن دست آوردیم. تا زمانی که جنگ ادامه داشته باشد، هیچ بازگشت و ثباتی برای شهرک نشینان در نوار غزه وجود نخواهد داشت. در نهایت هم نتانیاهو چاره‌ای جز پذیرش آنچه میدان طلب می‌کند نخواهد داشت. در تکمیل این جمله آخری از گردانهای قسام اینم بگم که رئیس سابق موساد خواستار استعفای فوری نتانیاهو شد. آفرام هالووی رئیس سابق موساد در گفتگو با روزنامه تایمز انگلستان تاکید کرد که نتانیاهو در شکست حماس ناکام ماند و باید همین الان کنار برود. هالووی اظهار داشت که چند بار خواستار دیدار با رئیس کنونی موساد شدم و معتقدم که تلفات و خسارت‌های ما بسیار دردناک است. وی گفت که سنوار و مبارزان حماس روحیه و اراده مبارزاتی خود را از دست ندادند، برای همین هم حاضر به مذاکره نیستند. اون وقت اینتر آشغال و مخاطبانش میگن که اسرائیل در غزه پیروز شده و به خاطر همین الان دارن عقب نشینی میکنن و میخوان در یک جبهه دیگه آماده نبرد بشن.
این اشتها وجود داره که از این فرصتی که حالا ناخواسته به وجود آمده استفاده بکنن برای اینکه یک ضربه اساسی بزنن به حزب الله. ببینید اول جنگ بر اساس نیویورک تایمز، اول جنگ اسرائیل می‌خواست این کار رو بکنه. مس فوری بعد از این جنگی که شروع شده بود و آمریکا جلوی این حمله رو گرفت. ولی ببینید اون عنصر سورپرایز رو شما در میگی ما از دست دادیم. دیگه الان ما اون رو نداریم. پس فکر نکنم که الان اینقدر اشتها وجود داشته باشه برای جنگ تمام عیار با حزب الله. اسرائیل نمیخواد و نمیتونه که تمام مردم غزه رو هدف قرار بگیره. به نظرم همه چی شفافه، برسد به دست عاشقان آمارهای صهیونیستی. ضمن اینکه جامعه جهانی هم الان موضعش کاملا داره تغییر میکنه و دوباره یه موج شکایت از اسرائیل داره شکل میگیره. به این خبر دقت کنین، پترا دیستوتر معاون نخست وزیر بلژیک گفته که بلژیک نمیتواند کنار بماند و رنجهای عظیم انسانی در غزه را تماشا کند. من از بلژیک میخواهم که به دنبال رهبری آفریقای جنوبی در دادگاه بین المللی دادگستری اقدام کند. من این را در دولت بلژیک پیشنهاد و تأکید خواهم کرد. این وسط هم ما هستن یه عده‌ای که کورن، چششون رو بدجوری بر روی همه چی بستن الا پول و منافع خودشون. دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا گفته می ترسم اسرائیل اقدامی در غزه انجام داده باشد که می تواند نقض قوانین بین المللی باشد. می ترسی واقعا؟ خیلی رو دارین. این 20,000 نفری که کشته شدن اینا چیان پس؟ آیا لازمه در مورد استاندارد دوگانه چیزی بگم دوستان؟ خب مثل اینکه یه خبر فوری داریم، اول بریم این ویدیو رو ببینیم. فرماندار چابهار در مورد این صحنه که از صبح تا الان یه عده خود تحقیر دارن باش به بهانه‌های مختلف و عناوین فضایی مثل حمله جنگنده‌های اسرائیل به ایران کاسبی می‌کنن، گفته که رزمایش پیامبر اعظم 18 در منطقه عمومی چابهار در حال برگزاری هست. دود دیده شده در آسمان چابهار هم به علت برگزاری رزمایش پیامبر اعظم 18 در منطقه چابهار هست. مردم در این زمینه نگرانی نداشته باشند. به دوست و آشناهاتونم بگین عزیزان که یه وقت اسباب کاسبی بزمغز جماعت نشن. خب دیگه رزمایش پیامبر اعظم 18 هم رسما آغاز شد. احتمالاً تو ویدیوهای بعدی در این زمینه هم صحبت خواهیم کرد همراه با یه سری تصاویر خفن. خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.